سلام خدمت همه همراهان گرامی، امیدوارم که همگیشم جور و صحتمند باشیم. امروز بریم ببینیم که چین واقعی چه رقم یک چینیه و ببینیم که فرهنگش، گذشتهش و مردمش چه رقمیه. امروز دانشگاه از ما یک برنامه به ترتیب داده بود تا اینکه بریم از یک جای واقعا زیبا دیدنی دیدن کنیم و با فرهنگ چین، با گذشته چین و با مردم چین بیشتر آشنا شویم. به خاطر از این منظور ما رفتیم از یک پارک خیلی بزرگ و دیدنی دیدن کردیم. در اینجا مردم های زیادی آمده بود. در هر طرف که ما کمره رو دور میدادم همگی دست تکان میداد و سلام علیکم میکرد. این پارک بزرگ به نام چینگ مینگ شانگ خای یوان یاد میشه که در انگلیسیش میشه سیتی میلینیم پارک یا میلینیم سیتی پارک، که واقعا جای بزرگ دیدنی و خیلی خیلی جای زیباییه که تمامی گذشته چین رو میتونید اینجا ببینید. تمام شاگرد ها از دانشگاه ها و از مکاتب خنن، ایالت خنن در اینجا آمده بود تا یکی از این پارک دیدن کنند. این پارک همگی اول در پیش دروازه هم عکس میگرفت و بعد از او یک تیکت ورودی داشت. تیکت ورودیش 120 یوان بود که برابر است با تقریبا 1500 افغانی. دیگه تیکتش خیلی قیمت است و مخاطر ما قبلا در اینجا نرفته بودیم. ورودیش یک مقدار سخت بود به خاطر که تمامی شاگرد ها باید پاسپورتش راجستر میشد و داخل از این پارک میشد. همین داخل پارک شدیم، تماما مجسمه ها و خانه ها و همه چیزی که داخل از این پارک دیدم شد همگی گذشته چین و تاریخ چین را نمایش میده. استاد، یک استاد راهنما داشتیم که تمام گذشته از این پارک را و داستانهای از این را برای ما تعریف میکرد و این نفری بود که این پارک را جور کرده. واقعا چین به خاطر از اینکه امون گذشته خود، امون تاریخ خود را حفظ کنه، کاری کرده که امی تکنولوژی روز را به خاطر نمایش فرهنگش و تاریخش به کار برده. در هر طرفی که ما رفتیم کسایی که در این پارک کار میکرد و این پارک قسمی دیزاین شده واقعا که گذشته چین را واقعا نشان بده. تمام نمایش هایی که اینجا برگزار شد همگیش جالب بود. دکانه هایش و همین قسم که در داخل از پارک قدم میزنیم فکر میکردیم که واقعا در داخل در گذشته چین قدم میزنیم. جالب تر از اویی بود که چینایی ها این قدر چینایی رو که در اینجا میدید، این قدر خارجی رو که در اینجا میدید واقعا تعجب میکرد که این قدر خارجی اینجا چی کار رو برای اونام خیلی قابل تعجب. و هر طرفی که میگشتیم تماما برای ما سلام میکرد و نمایش های واقعا جالب اینجا برگزار میشد. این هر نمایش از همه جالب تر بود. یعنی چیزا رو در دیسو میگرفت، اول در داخل تیل یار میزد و از او یار روشن میکرد و بعد از یک نفر دعوت میکرد که بیا ما آتیش رو دان رو میگیرم تو هم رایش سیکریت روشن کن. و بعد از یک کاسه تیل کامل ده تقریبا یک و نیم لیتر تیل رو منوشید، در شکم خود نگاه میکرد و بعد از او رو پوف میکرد، هم رایش آتیش روشن میکرد که آتیشش گوه هم تا 2.5 متر تا 3 متر بلند رو پوف میکرد. واقعا این هر یک آدمی خیلی آرتیست، یک نفر خیلی پروفیشنال بود که گاهن میگه هم میده خود هر 6 ماه باید بره شستشو کنه و بعد از نوایت این برنامه این قسم نمایش برگزار کنه. ساله های نمایش برگزار کرده و همین قسم در اینجا کار مونده. این پارک، این پارک از یک طرف خیلی اقتصادیه که در چین همین قدر نفوذی که داره 1.425 میلیون نفوس، همگیش چین که فقط همی داخل همی نفوسش که ای طرف و طرف بره دیدن کنه، پیسه مصرف کنه، یک تجارت خیلی بزرگه. در این برنامه دو تا شاهزاده با همدیگر رقابت کردن و یکیش بالاخره برنده شد و دیگه او پادشاه آینده میشد. خب این نمایشش واقعا جالب، جذاب و خیلی تماشاچی های زیاد را به خود جلب مونه دائما. بعد از او رفتیم که سوار یک کشتی شدیم. کشتیش واقعا جالب بود و همه اطفال که پرویز ما بود خیلی ترسیده بود. بعد از او در داخل پارک بازم قدم زدیم تا یک جاهای مختلف پارک را بینگرنیم و بعضی های نمیخوام کالسکه سوار بودم. محیط از این دانش از این پارک واقعا خیلی کلام است. چهار طرف را که میدیدیم همگی سبز و جنگلزار. بعد از او رفتیم در یک
رستوران در داخل از ای پارک. این رستوران مربوط به مردم های شینجیانگ چین بود که غذاهایی را پخته میکرد خیلی شباهت داشت با غذاهایی که ما مردم میخوریم. و بعد از اون ما همراه یک دختر مصاحبه کردم که از شینجیانگ بود. نجا او شما مینزه؟ المیرا. شما؟ المیرا؟ Where do you come from? شینجیانگ. نظر از این دختر در مورد از پارک پرسان کردم که بله یک پارک خیلی زیبایی. بعد از رسیدیم به یک نمایش اصلی و خیلی خطرناک. قبلا در گذشته چین سر از این شهر حمله شده بوده این رقم و حالی به شکل نمایشی میخواهی که در دنیا واقعی همین قسم اجرا کنه. یک نمایش بود که واقعا سرصدای خیلی بلندی داشت و تماشاچی خیلی زیاد داشت. واقعا نمایش خیلی بزرگ بود و یک قسم نمایش ها رو دائما برگزار بودن که تماشاچی واقعا زیاد را هم جلب بودن. تیمین شانخای بند همین تیکیدش را از طرف دانشگاه پرداخت شد و ما هم از دیدن از این پارک واقعا لذت بردیم. دوستا برنامه های خیلی جالب و جذاب دیگه هم در راه هسته که میخواییم برایشیم نشان بدم. همیشه با ما همراه باشین و فعلا گود بای، روز روز باشیم خوش.